با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا طی نامه‌ای به جمهوری اسلامی به بازداشت و محاکمه فعالین کارگری اعتراض کرد و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شد. در این نامه به دستگیری و زندانی کردن عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری، انیشا اسداللهی و فعالین کارگری زندانی و بازداشت شدگان اول ماه مه اشاره شده است. به دستگیری اسماعیل بخشی، روزنامه نگاران نشریه گام و کارگران هفت‌تپه. از طرف دیگر کمپینی برای آزادی بازداشتی های هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه اعلام شده است که تاکنون بیش از 1000 نفر آن را امضا کردند و اسامی تعدادی از فعالین سرشناس جنبش کارگری من جمله محمود صالحی در این کمپین و در این نامه آمده است. در این بیانیه آمده است: ما امضا کنندگان زیر ضمن حمایت از کمپین آزادی بازداشتی های هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه اعلام می‌داریم که بازداشت و پرونده سازی برای کارگران و فعالین کارگری مرتبط با اعتراضات سال گذشته مجتمع نیشکر هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم. در برنامه امروز رو در رو ما خیلی خوشحالیم که بار دیگر با محمود صالحی از چهره‌های سرشناس جنبش کارگری خواهیم بود و در ارتباط با دستگیری فعالین کارگری، دستگیری کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی و پرونده علی نجاتی و این کمپینی که محمود صالحی یکی از امضا کنندگان اون کمپین هست، نظرات ایشون رو در برنامه امروز رو در رو خواهیم داشت. با سلام به شما محمود صالحی عزیز و با تشکر از این که به ما وقت دادین تا شما رو با بینندگان و شنوندگانمون داشته باشیم. بدرود به شما، خسته نباشید. خیلی ممنون محمود عزیز. اگه اجازه بدین یک لحظه ما گوشه کوتاهی از فیلم اسماعیل بخشی که در یکی از اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه صورت گرفته نگاهی میاندازیم و بار دیگر به استودیو برمیگردیم و شما رو با خودمون خواهیم داشت. ما آلترناتیومون شورا و جمعیه. ما فرد محور نیستیم، فردطلب نیستیم. فردطلبان و ناسیونالیستا و نجات پرستا مرتجعین خودشون به ما نچسبونن. آلترناتیو ما شوراهای کارگریست، یعنی جمعی تصمیم میگیریم برای سرنوشت خودمون. از پایین حکم صادر میکنیم، هرچی از بالا زدن تو سرمون بسه. حالا ما آلترناتیو محمود صالحی عزیز، شما یکی از امضا کنندگان این بیانیه کمپین برای آزادی کارگران نیشکر هفت‌تپه و فعالین سیاسی زندانی هستین. در این بیانیه روی چه نکاتی انگشت گذاشته شده؟ ببین، من همینجا یه توضیحاتی بدم برای شنوندگان و بینندگان شما. خواهش. با توجه به اینکه کمپین تشکیل شده بود، ما از کمپین حمایت کردیم، نه خودمان عضو کمپین باشیم. بله بله، ما این 9 نفری که اطلاعیه دادیم رسما از کمپین حمایت کردیم و به اونا اعلام کردیم که ما در هر شرایطی با شما هستیم، اما ما خودمان عضو کمپین نیستیم. به همین دلیل من نمیتونم توضیح بدم که کمپینی که تشکیل شده، این کمپین استراتژیک کجا و به کجا ختم میشه. اما ما از اون کمپین حمایت کردیم و امروز هم اعلام میکنیم ما در هر شرایطی با کمپین هستیم و اگر اونا هر تصمیمی بگیرن ما از اونا حمایت میکنیم. بله، خیلی ممنون محمود عزیز که این توضیحات رو دادین. لطف کنین تو همون نامه‌ای که شما نوشتین و 9 نفری که امضا کردین، شما و من اگر اشتباه نکنم عثمان اسماعیلی، واله زمانی و برخی دیگه از و یدی صمدی و برخی دیگه از فعالین کارگری، تو اون نامه‌ای که شما نوشتین یه مقدار راجع به اون نامه توضیح بدین و چه نکاتی تو اون نامه مطرح شده. ما سالها اعلام می‌کنیم خود مبارزه طبقه کارگر یه مبارزه حیاتیه. طبقه کارگر بخواد و نخواد باید با این مناسبت سرمایه‌داری مبارزه کنه.
هیچ مبارزه بدون هزینه امکان نداره. اگر مبارزه هزینه در بر نداشت، همه کس میتونست مبارزه کنه. بنابراین طبقه کارگر باید خودش رو آماده کنه مقابله با سیستم سرمایه‌داری. سیستم سرمایه‌داری به همه چیز مسلحه، به همه، به سرمایه، به نیرو، به قدرت، به پادگان، به ارتش، به قاضی، به دادگاه، به همه چیز مسلحه، به پول. ما جز نیروی کارمان، جز پولی که در ما بیاریم، اگر به دست بیاریم، هیچ نداریم. بله. خب ما در اول ما بله بفرمایید، طبقه کارگر باید خودش رو آماده کنه برای مبارزه با این سیستم مناسبت سرمایه داری. و بر هر این اساس ما به این اعتقاد داریم، کسانی که این نوع نفری که امضا این بیانیه رو کردیم، به این اعتقاد داریم، ما میگیم برای هر کسی که تو زندان میمونه، هر کسی که دستگیر میشه و هر کسی که به جمعی درگیر میشه، باید یک کمپین برایش تشکیل داد یا یک کمیته برایش تشکیل داد. مشکلی نداره. بذار اگر ما 100 تا زندانی داشته باشیم، 100 تا کمیته دفاع از زندانیان، 100 تا کمیته داشته باشیم، مشکلی نیست. این یعنی ما میخواییم، ما به این اعتقاد داریم که باید مبارزه توده‌ای بشه، مبارزه باید از محصل خارج بشه، مبارزه باید از جمع خارج بشه، مبارزه باید که توده‌ای بشه، یعنی خانواده ها در باید درگیر مبارزه بشن. اگر امروز مثلا بچه های هفتاده درگیر شدن، اگر خانواده خود به اینا در کمپین حضور داشته باشن، اون خانواده خود به اینا در کمیته ها حضور داشته باشن، طبیعتا این کمیته ها این مبارزه توده‌ای میشه. بنابراین استراتژی ما اینه که مبارزه طبقه کارگر توده‌ای کنیم، از محصل و محصلیز رو خارج کنیم. بله. خب شما در ارتباط با توده کردن به عنوان یه فاکتور خیلی مهم برای آزادی رهبران کارگری در اشاره کردین، برای اینکه این مبارزه توده‌ای بشه با روی چی انگوش بذاش؟ فاکتورهای مهمش چیه؟ مثلا ما یه مثال دادیم، حالا مثلا ببین اسماعیل بخشی دادیم شده. بله. اسماعیل بخشی مادر داره، پدر داره، برادر داره، خواهر داره، اخوام دور و نزدیک داره. احتمال 99% خانوادش مثل او فکر نکنن، اما اونو دوست دارن، اما اون پسرشونه، خانوادشونه، پس از دفاع میکنن. وقتی ازش دفاع میکنن، ما میگیم کمیته دفاع از اسماعیل بخشی. وقتی میگیم کمیته دفاع از اسماعیل بخشی، طبیعتا خانواده اسماعیل بخشی هم خود به این کمیته میشن، حالا رغم میل خودشان هم باشه، خود به این کمیته میشن، چون به نام اسماعیل بخشیه. بنابراین تو دیگه لزومی ندارد از مثلا من از کردستان بلند باشم برم جنوب یک گزارش تهیه کنم، دیگه خود خانواده اسماعیل بخشی اقدام به تهیه گزارش میکنن. یعنی ما هزینه های اقتصادی رو قائم میاریم با این کاروان، هزینه های اقتصادی رو قائم میاریم. چون ببین امروز اگر من از کردستان حرکت کنم برم جنوب، حداقل 2 میلیون تومان هزینه دارم تا برگشتن، در حالی که من که یه بازنشسته هستم در ماه 1500 حقوق میگیرم. بنابراین هزینه رو بالا میبره. ولی اگر ما این کمپینا را تشکیل بدیم، کمیته ها را تشکیل بدیم، خانواده ها را درگیر کنیم، اقوامش را درگیر کنیم، طبیعتا این هزینه ها پایین میاد و هزینه زندان هم پایین میاد. چون دیگه خود نمیتونه مادر و خواهر و برادر و نمیدونم عروسشان و بچه هاشان فرسان تشکیل کنیم. بله. خب محمود صالحی عزیز، شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، کمیته دفاع از همون فعال کارگری که دستگیر میشه، به عنوان نمونه کمیته دفاع از اسماعیل بخشی. ما کمیته دفاع از محمود صالحی رو داشتیم اون زمانی که شما دستگیر شده بودین و اون تجربه بسیار موفقی بود و در واقع باعث شد که شما بتونین آزاد بشین و رژیم رو تو اون عرصه کنار زد. اگه لطف کنین تجربه موفقیت آمیز کمیته دفاع از محمود صالحی رو برای بینندگانمون توضیح بدین، ممنون میشم ازت. ببین ما هم تجربه کمیته دفاع از محمود صالحی داریم،
تجربه کمیته دفاع از رضا شهابی داریم، تجربه دفاع کمیته دفاع از بهنام ابراهیم‌زاده داریم، تجربه کمیته دفاع از کارگران مهابات داریم، کارگران دستی شده مهابات داریم. اینا همه تجربه، یعنی ما حتی این کمیته ها بودم. من آخرین باری که محاکمه شدم یکی از اتهامات من این کمیته ها بودم، که من عضو این کمیته ها بودم و بانی تشکیل این کمیته ها بودم. ما تجربه های موافقی داریم، به همین دلیل روی این پافشاری میکن میگیم برای تمام افرادی که دستگیر میشن، حالا 100 نفر باشه، 200 نفر باشه، 300 نفر باشه، 300 تا کمیته بذار تشکیل بشه، مشکلی نیست. اما یه عده صد راه اینن، خب ما با اینا صحبت میگه یه کمیته سراسری تشکیل بدیم. این کمیته سراسری هزینه زالاست، هزینه زالاست. مثلا وقتی کمیته به نام مثلا محمود اسمان قبلا هم توضیح دادن، وقتی کمیته به نام مثلا اسماعیل بخشی باشه، امکان نداره خانواده اسماعیل بخشی خودشان خود کمیته نشن. اما اگر کمیته به نام زندانیان سیاسی باشه نمیاد، چون به خاطر اینکه نبی میگه زندانیان سیاسی اسم نداره، رسم نداره، یعنی هویت نداره، میگن زندانیان سیاسی عام. اما کمیته به نام اسماعیل بخشی باشه خواهرش میاد، برادرش میاد. اینا ما تجربه داریم که موافق بودیم. حتی مثلا زمانی که برای مثلا کمیته ما کمک مالی جمعاری کردیم، ما مشخصات یعنی شماره حساب خود خانواده اعضای کمیته ها را دادیم. دیگه نه، ما دیگه روی این تجربه داریم که افرادی معلول الحال، اینو من رسمن اعلام میکنم، معلول الحال سالها به نام طبقه کارگر، به نام طبقه کارگر کمک مالی جمع کردن، ولی این کمک مالی ها هیچ وقت به دست طبقه کارگر نرسیده، هیچ وقت نرسیده. و اگرم رسیده باشه پیش خودشان مثلا 1 میلیون تومان خروجی خورده، اما از زمانی که به دست کارگر رسیده 10,000 تومان بوده. بنابراین من یعنی سند دارم روی اینا، این صحبت دارم میکنم، سند دارم اینا، متوجه میشی؟ اما وقت ما گفتیم به نام کمیته، به نام افراد و شخص کمیته تشکیل بشه، به نام همون شخص هم یه شماره حساب باز میشه، کسانی که دوست داشته باشن میتونن به همون شماره حساب پول واریز کنن. یه عده گفتن تو خارج چطور، گفتن آقا جمهوری اسلامی اینو توقیف میکنه میبنده. نه مال من رو توقیف کردن، نه مال رضا شهابی رو توقیف کردن، نه مال کارگران مهابات رو توقیف کردن، نه مال بهنام بهزاده رو توقیف کردن. و همه پولش هم به حسابشان واریز شده بود، دستشون در نکنه اونایی که پول واریز کردن. اما ما حتی برای کارگران مهابات، وقتی ما برای کارگران مهابات کمیته تشکیل دادیم شماره حساب، بعد اینکه اونا آزاد شدن، ما رسما به یک اطلاعیه بعد از انحلال کمیته، به یک اطلاعیه از اونایی که کمک مالی کرده بودن با اسم تشکر کردیم. یعنی این دیگه روند شفاف. خب محمود عزیز، ما در اول ماهمه با بیش از دستگیری 50 نفر از فعالین کارگری و کسایی که از اعتراضات اول ماهمه امسال دفاع کردن روبرو بودیم که پرونده اونا هنوز در جریانه. شما فکر میکنین که، و همچنین دستگیری کارگران نیشکر افتپه باش روبرو هستیم، شما فکر میکنین که چجوری میشه رژیم رو تو این عرصه عقب زد و اینکه خواهان آزادی فعالین کارگری شد؟ ببین بعد 50 نفر مثلا 50 نفر یا 70 نفر که تهران دستگیر شدن، این پرونده اینا مشترکه. میگه کارگران دستگیر شده اول ماهمه تهران، ما سریعا باید، من همین جای اعلام کنم به اون عزیزان، به خانواده هاشن، یک کمیته به نام دستگیر شده های اول ماهمه تهران تشکیل بدن. ما میتونیم سیستم و مناسبی که تعرض کرده روی اینا را به عقب برانیم. فقط با تشکیل کمیته ها میتونیم آن را، یعنی منتظم باید ما حرکت کنیم. امضا جمع کردن هیچ درد هیچی را دوا نمی کنه، امضا جمع کردن. بنابراین ما باید عملا کار کنیم. من همین جای اعلام می کنم، به اون دوستان پیشنهاد می کنم یک کمیته به نام کمیته دزدی شدگان اول ماهمه تشکیل بدن. این به نفع ما، یعنی تو مبارزه پیش آیی. بله.
خب تعداد زیادی از دستگیر شدگان نیشکر افتپه هستند و همین کمپینی هم که اعلام شده و شما هم اشاره کردین توی اون بیانیه که 9 نفر از فعالین کارگری و من جو شما در دفاع از اون کمپین امضا کردین در ارتباط با کارگران نیشکر افتپه است که در زندان هستند. نیشکر هفتپه و فولاد اهواز به عنوان یک نقطه عطف مهم توی مبارزات کارگری ثبت شده. شما فکر میکنین دستاوردهای این مبارزات که طبقه کارگر میتونه از اون دستاوردها استفاده بکنه برای پیشبرد مبارزهش چی بوده؟ بله ببینید، کارگران نیشکر هفتپه، کارگران فولاد اهواز، اگر ما تا سالها پیش مثلا تا پارسال مثلا تو جمعهای محدودی مثلا تو کمیته ها تو شوره هایی که مثلا تشکیل می دادیم خارج از محیط کار بحث شورا می کردیم، بحث تشکل کارگری یعنی شورایی می کردیم، تو جمع محدودی بود. اما کارگران نیشکر هفتپه، کارگران فولاد اهواز بحث شورا، تشکیل شورا را به جمع آوردن، به خیابان آوردن، یعنی تو خیابان شعار شورا دادن، به مردم محروم جامعه گفتن اگر میخواهید از دست فلاکت، بدبختی، فقر، بیکاری خلاص پیدا کنید شوراهای کارگری تشکیل بدید. این برای ما مهمه، این پیشرویه تو جنبش کارگری. اگه کسانی امروز میگن نه هیچی نشده، من میخوام با اونم مناظره کنم. کسی که تا دیروز تو خونه های تیمی بازه شورا میکرد، امروز جنبش کارگری بحث شورا را تو خیابان مطرح میکنه، تو خیابان ترک کرده، 8000 نفر مردم دارن میشنون تا شعار بدیم من شورا تشکیل میدم. بنابراین این پیشرویه تو جنبش کارگری. اگر امروز ما هزینه میدیم، اسماعیل بخشی میره تو زندان، سمیده قویا میره تو زندان، بچه های هفتپه میره تو زندان، طبیعتا به جنبش کارگری خدمت کردن و جنبش کارگری موظف تک به تک اونایی که خودشان با جنبش کارگری تداعی میکنن، موظفن باید از این خانواده ها، از این افراد، از این کسانی که امروز تو زندان دفاع کنن، موظفن. این حکم به ما وظیفه میده که این کارو بکنیم، چون اونا یک قدم جنبش کارگری را به پیش هدایت کردن و ما موظفیم از اونا حمایت کنیم. محمود عزیز، به عنوان آخرین سال، الان ما با مسئله تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو هستیم، مسئله فقر، گرانی کمر مردم و کمر طبقه کارگر رو شکسته. از طرف دیگه ما با زندانی بودن برخی از چهره‌های سرشناس جنبش کارگری، من جمله اسماعیل بخشی، جعفر عظیم‌زاده و این لیست زیاده، در زندان روبرو هستیم. شما فکر میکنین که این اوضاع کنونی چه تأثیری میتونه در مبارزه طبقه کارگر داشته باشه؟ ببینید، اصلا تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ نتونسته فشار به سیستم و مناسباتی که حاکمیت در هر کشوری بیاره، چون این تحریم ها به اونا خدمت میکنه، به سیستم خدمت میکنه، نه به طبقه کارگر. طبقه کارگر محرومتر شده، طبقه کارگر بیکارتر شده، طبقه کارگر بینانتر شده و سفره طبقه کارگر بیرونتر شده. این تحریمات تنها به نفع سرمایداران و دولت سرمایداریه، نه به نفع طبقه کارگر. هیچ کدوم به نفع، حتی به نفع مبارزه طبقه کارگر هم نیست، چون طبقه کارگر وقتی بیکار باشه، وقتی نتونه مثلا فقط به مکان بره که با طبقه کارگر بشینه، یعنی از نظر مالی این توانش نداره، طبیعتا این به ضرر طبقه کارگره. تحریما دقیقا به نفع نظام سرمایه‌داریه، به نفع سرمایه‌دارانه، به نفع کسانیه که پول دارن، که امروز امارشان پر از کالاست. تو ایران شما فکر میکنید توی ایران ما اجناس نداریم استفاده کنیم؟ چرا؟ ما همه چیز داریم تو ایران استفاده کنیم، بجز پول. بجز پول نداریم. اگر تو امروز پول داشته باشی، من این یه روز داشتم تو اینو تعریف کنم برای خیلی جالبه، تو دادگاه انقلاب سنندج بودم، یکی از قصد از بازار آزاد دفاع میکرد، منم از بازار از سوسیالیسم دفاع میکردم همونجا. یه خانم نشسته بود، یه منشی
همون دادگاه بود، همون شعبه اول دادگاه انقلاب نشسته بود. گفتم خانم، گفت بله. گفتم یه ماشین رو تولید کردن، این ماشین رو میگن 1 میلیارد تومان، شما میتونی بخرید؟ گفت نه. گفتم خب اون بازار آزاده، برای چی؟ برای سرمایه‌داران. متوجهی؟ بله. این تحریمی که امروز موجوده، تحریمی که مردم تحریم کردن، خب مردم محروم صفرشان بیرون نفر شده، سرمایه‌داران سرمایه‌دارتر شدن. اماراشان پره، حالا اگه پر داشته باشی همه چیز تو ایران پیدا میشه. مثلا جاهای دیگه نیست نداره برای خوردن، اینجا همه چیز اما پول نیست، درآمد نیست، سطح درآمد ما پایین. محمود صالحی عزیز، با تشکر بسیار زیاد از شما که در برنامه امروز رو در رو به ما وقت دادین تا شما رو با بینندگان و شنوندگانمون داشته باشیم، با آرزوی موفقیت هرچی بیشتر برای شما در پیشبرد مبارزه بر علیه نظام سرمایه‌داری. شما خسته نباشید، شما در نکنید چه وقت بدن. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار کارگردان فنی برنامه امروز بابک یزدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو داریم. پایان بخش برنامه امروزمون گوشه ای از اعتراضات کارگران نیشکر افتاپه و حضور چشم زنان در 13 روز اعتصاب کارگران نیشکر افتاپه در سال گذشته میباشد. با هم به این فیلم نگاه میکنیم.